خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه از بازداشت منوچهر قروی، مدیر عامل سابق ایران خودرو و جمعی از همکاران وی خبر داد. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران بدون توضیح بیشتر دلیل این بازداشت‌ها را اتهامات مالی عنوان کرده است. در ارتباط با مجموعه برخوردهایی که اخیراً با تعدادی از مسئولان اقتصادی سابق در ایران صورت گرفته، مصاحبه‌ای داریم با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که می‌شنوید. آقای عمادی، در هفته‌های اخیر بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اتهامات مالی سنگینی را علیه مؤسسات اقتصادی مثل ایران خودرو، سایپا، بانک گردشگری، بانک آریا، شرکت دخانیات و همینطور سازمان منطقه آزاد منتشر کردند. دلیل این حجم از افشاگری‌های کم سابقه مالی چی می‌تونه باشه؟ شاید دلیل نخستش در این چارچوب زمانی اینه که یک مقدار فشار سیاسی روی دولت زیاد شده در چارچوب عدم توانایی دولت برای مدیریت اقتصادی در کشور، در زمانی که ما فقط در 2009 به خاطر بالا رفتن بهای نفت 10 میلیارد دلار درآمد نفتیمون اضافه شد، این ارزیابی بانک جهانیه، و در 2010 این رقم به بیش از 14.5 میلیارد دلار افزایش درآمد ما بوده. در همین چارچوب ما می‌بینیم که در داخل میزان بیکاری بنابر آمارهای خود دولت که حالا با تأخیر خیلی زیادم منتشر میشه بالا رفته و میزان تورم بالا رفته و تمامی اینها این زمینه رو در ذهن مردم ایجاد کرده بر مبنای مشاهدات معمولی و روزانه خودشون که اقتصاد نه تنها بحرانش رفع نشده بلکه این بحران عمیق‌تر شده در تمام سطوح کشور، و دولت به جای اینکه بیاد واقعا ریشه‌یابی بکنه که چرا مثلا ایران خودرو یا مثلا تایر سازی مثلا البرز اینها بازدهیشون پایین اومده، به خاطر آیا به خاطر این بوده که یارانه ها درست دریافت نمی شده به وسیله اینا، یا واردات به طوری بی رویه آزاد شده که اینا توانایی رقابت با واردات ارزان چینی نداره، دولت اومده الان یک مقدار این تقصیرهای مدیریت خیلی ضعیف و غیر کارشناسی که خودش داشته در این 4-5 سال در سطح اقتصاد، که به نظر من غیر کارشناس در این مدیریت اقتصادی رو ما در 32 سال، نه حتی من بیشتر میدم در 57 سال اخیر، 58 سال اخیر ما در این دوره 5-6 ساله داشتیم، اینها انداخته گردن مدیران، در حالی که ما باید ببینیم که این مدیران وقتی که عمل میکنن، این مدیران در چارچوب عملکرد اقتصاد کلان کشور عمل میکنن. یعنی ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک کارخانه مثلا خودروسازی یا یک کارخانه مثلا سازنده لوازم مصرفی الکترونیک برای خانوارها این کارکردش بسیار روشن، بسیار پربازده باشه، در حالی که در سطح اقتصاد کلان ما شاهد این هستیم که سرمایه گذاری ها بسیار ناکارآمد هستن، غیر کارشناسی هستن، بخش خصوصی روز به روز داره زیر فشار بیشتر میره به خاطر نظامی شدن و امنیتی شدن اقتصاد، واردات روز به روز داره ارزان‌تر میشه به خاطر قراردادهایی که دولت در این سالها با چین بسته و بهای کالاهای چینی به طرز بی‌سابقه‌ای در ایران پایین اومده. اینها یک جور قربانی پیدا کردن برای اشتباهات اقتصادی دولته، وگرنه واقعا هیچ دلیل نداره که ما ناگهانی در این 5 هفته شاهد این باشیم که یکی پس از دیگری مدیرانی که این دولت خب سالها ارزیابی این کارخانه جاده این واحدها رو میدیده، یک بار اینها زیر سوال برن و فشار به اصطلاح قضایی روشون چیز بشه به خاطر سوء استفاده مال. این سوء استفاده های یک مرتبه ایجاد نشده، اگر بوده چرا یک بار اینا همه با هم انجام میشه؟ به خاطر این دولت میخواد در یک مقدار زمینه سازی
سیاسی بکنه برای خودش، این تقصیر ما نیست و این سوء استفاده مالی و شخصی یک تعدادیه و هیچ ارتباطی با ما نداره. برای خودش که اصلا این مدیران رو کی سر کار گذاشته یک علامت خیلی سوال بزرگیه، که خب تعداد بسیاری از این مدیران در این ظرف این سالها به وسیله خود این دولت منصوب شدن. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین.